همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش در استانبول نرگس خب در ترکیه واکنش ها به درگیری های لبنان و کشته شدن حسن نصرالله زیاد بوده جزئیات این واکنش ها را از خودت بشنویم لطفاً دقیقا همینطور است از زمانی که درگیری میان حزب الله لبنان و اسرائیل آغاز شده در یکی دو هفته گذشته ما واکنش های متعددی از ارشدترین مقام های دولت ترکیه داشتیم از جمله آقای رجب طیب اردوغان بارها ابراز نگرانی کرده بود وزیر خارجه هم در هر محفلی از این موضوع یادآوری کرده و نگرانی ترکیه را با جهان شریک کرده اما در این 48 ساعت گذشته و پس از اینکه در پی حمله اسرائیل حسن نصر کشته شد این نخستین بار است که آقای رجب طیب اردوغان در همین بازی زمانی کوتاه یک پیامی را در صفحه اکس خودش منتشر کرده و به همین حملات هوایی پرداخته بدون اینکه اشاره کنه به حسن نصر یا از او اسم ببره از این حملات به شدت انتقاد کرده و محکوم کرده حملات اسرائیل در بیروت را و به این موضوع اشاره کرده که عملا اسرائیل و دولت نتانیاهو سیاست نسل کشی را که در نوار غزه دنبال میکنه حالا در لبنان در پیش گرفته و قصد اصلی تلاویف گسترش جنگ در خاور میانه و در منطقه است او به افرادی که جان باختن به با ویژه زنان و کودکان تسلیت گفته و از حمایت ترکیه از مردم لبنان یادآوری کرده هیچ اسمی یا اشاره مستقیمی در این مورد از حسن نصرالله نشده اما رئیس پال مان ترکیه نومان کرتلمش با نکوهش کشته شدن حسن نصرالله او را یک رهبر مذهبی در لبنان عنوان کرده و او را شهید خوانده و همینطور به شدت انتقاد کرده از آنچه عملات اسرائیل در لبنان است و گسترش این درگیری به منطقه ممنونم از توضیحات نرگس هورش خبرنگار ایران اینترنشنال در استانبول